یو چطورین؟ خیلی خوش اومدید به پارت اول جمع کردن ماشین. و الان میریم که ببینیم ماشین چیا لازم داریم، بریم براش بخریم، بریم دور ماشین چرخی بزنیم ببینیم چیا واسش واجبه. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، حتما تا چند ساب کنیم ویدیو، لایک کنیم، زنگ رو بخشم بزن بریم سراغ این ویدیو. خب آقا اومدیم و ماشین هم ایناشی. خب از عقب ماشین بخوام شروع کنیم که بخوام تو این ویدیو یه خورده سر سامونش بدیم. بعضی من اینجا جای یه دون آرم عقب واقعا توش کمه و اینجا میشه دون آرم عقب. اینا رو نمیخوام بزنم، این دو طرف رو نمیخوام بزنم. چرا؟ چون اینا برنامه دارم، میخوام این طرف لوگو 64 بزنم، این طرف هم این کارش میکنیم دیگه. اما نمیخوام این همه ماشینه باشه که مثلا تو خیابونا هستن و اینجور جریانا. اینا یه تغییر میدیمشون و حالت عادی نمیذاریمشون. خب اون قدم اول و قدم دوم چراغ پلاک ها، اینا این زیر اینا رو میام میگم بگیریم یخیشون کنیم، چون تو زردش خیلی چیز عادیه، پلاک هم رنگش رفته، باید ترمیم پلاک هم بره ماشین. بعد علاوه اینا ها، این قسمت چراغ پلاک، یه دون آرم عقبش رو میریم اوکی میکنیم. امروز بیایم این طرف ماشین. بچه این طرف ماشین دقت کنید، یه جورای پیانوی تور شده. ببین زه بغلو. بعد این قسمت چه، ببین عادیه، یعنی تفاوتشون از اینجا شروع میشه دیگه. این آموزش رو اگه میخوایم براتون بذارم حتما تو کامنت ها بگین آموزش پیانو کردنش با چه رقمی. با رقمی زیر 50,000 تومان، یعنی میشه کل بدن ماشین تو پیانو کنیم، فرقی هم نداره چه ماشینی باشه، یعنی رو همه ماشین میشه. حالا من این قسمت ها رو شدیدون تست دادم، ببین چه فرق داره از اینجا. خیلی فرق، یعنی قشنگ پیانوی تور میشه، خیلی هم ساده هستش، هیچ کاری هم نداره، نیاز به باز شدن اینا هم چی نداره، یعنی رو کار میتونی خودت انجام بدی. پس اگه اینو میخوای حتما حتما کامنت کن که براتون آموزشو بذاریم توی ویدیو. خود ماشینم پیانوی میخوام بکنم و بریم دیگه این بغلا. این قسمتش پلنایی که براش شیدم، این زهای بغل چیزی که من کلا میکنم، اینا نمیذارم رو ماشین باشه، یعنی ببین کل روخ ماشینو گرفته اینا. خب اینا رو تو هم ویدیو که بخوام آموزش پیانوی کردم بگیریم، اینا میکنم میندازم بره زیرش، هم پولش میخوره تموم میشه میره از صفری رو ماشین بوده اینا و زیرش خوره کثیفه، بعد ماشین اینو پولش بره برای این قسمتش. این راهنما بغل، این خیلی تو ذوق منه و من میخوام اینو نارنجی ببندم، چون واقعا نارنجیش قشنگ میشه. این تو سفیدش، همه ماشینای فابریکی سفیدن دیگه. اینم گفتیم میخوام با کمترین هزینه مثلا این تغییرات تو ماشین بدیم. یکی این راهنما بغلش، اینم میریم تو این ویدیو میخریم میاریم نصبشون کنیم اگه گیر بیاد الحمدلله. و اینجا میدونه احتمالاً پارکابی فرانسه بزنیم براش، اینا روخای بیرونش، البته اینا چیزا خیلی جزئی طورشه. بعد این جلو ماشینم کار خاصی نمیتونیم تو این ویدیو بکنیم دیگه. پس شد داخل این ویدیو میریم سراغ راهنما بغل، آرم عقب و چراغ پلاک یخی. یه حرکت دیگه هم میزنیم، قاب موتورشو در میاریم. یعنی چی؟ یعنی بریم داخل ادامه ویدیو باهاتون درستشو میکنیم، پس همراه باشین. خب آقا بریم ببینیم چیا دستگیرمون میشه، چی کارا میتونیم بکنیم با ماشین و راه بیافتیم دیگه. آقا خب آقا رفتیم خریدیم، رفتیم دو تا لامپ یخی برای پلاکا گرفتیم، دو تا راهنما بغل، یک دونه راهنما بغل کامل رنگ نارنجیشو گرفتیم که خیلی سخت گیر اومد لام هست، و از طرف دیگه هم یه دونه آرم عقب برای صندوق عقب گرفتیم که بزنیم بهش و خدایش قیمت ها اصلا فضاییه. حالا بریم که ببینیم چیکار میکنیم دیگه، بریم برای نصبش روی ماشین ببینیم بعد چیکارو کنه. آقا برای ویدیو اول حدودا میشه گفت ایناه، همین آرم میخوام بریم ببندیم رو ماشین ببینیم چی در میاد ازش. این آرم عقبش واقعا ببین چه آرم بی کیفیتیه، اصلا براقیت خاص خودش نداره دیگه، مدل های دیگه گیر نیومده در کار کردم، ولی خب همین های دیگه در کار بریم ببینیم چی کار میکنه. این که گفتیم دو تا نارنجی گرفتیم برای اینا، اینا هم خودشون نارنجی کردیم و بازش کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم دیگه. خب آقا ایناش هم باز کردیم، ببینیم که شفافیتش خودش قشنگ میکنه. ببینیم نصبش رو ماشین چی میشه دیگه. آقا جدی اینجا نگاه کنید، سوکتش چقدر کجه. الان من اینو چجوری جا بدم؟ خب این اینطوری کجه، من اینو چیکارش کنم الان؟ این نمیره تو. بالاخره بعد از این همه جابجا کردن سوکتش و اینا تونستم یه چیزی ازش بگیرم و این پررنگه، این کمرنگه. بهش کنیم برابر ماشین زیاد دیده نمیشه.
در کل که بریم الان بزنیمشون رو گرگیر دیگه. خب اونا که راهنما، حالا بعد بیایم و حالا بعد بیایم و بریم سراغ این. این چجوری باز شه؟ خب بدون قلمو پیدا کردیم بیاریم بزنیم اینجا، زرش آوردمش بیرون دیگه، دیدن داره میشه. فقط امیدوارم رنگ بدنمو به هم نریزه، یعنی ایزی ایزی. شاید ببین جنس اینو خداکی خیلی بهتر از اون، بعد چرا کثیف شده آخی الهی. خب یعنی چیزی نصیبمون شد و آره دیگه، اینو حالا من از یک طرف بعد اول جاش بدم، از این طرف مثلا، بعد اونشو همجور فشار بدم جا بخوره. ایزی ایزی تموم شد رفت. از دور ناش کنی الان یه هنچ نمایی به ماشین میده. این اینو میبینی؟ این الان اینطوریه. حالا بریم اینم ببینیم، به این تو رفتگی ها دقت نکنینا، اما این اینطوریه و زوق نداره. چرا بهتره این یخی خودشه یا سفید خودشه، برفیه یا تو مالا بهش میگن. اینم که نارنجی که ما گذاشتیم روش خوب شد، نامسه خوب شد. اینم اونی بودش که از روش برداشتیم دیگه، اون قبلی مشکلی نداشت، این جدید مشکل داشتش، اصلا راهنما نمیزدش. ولی خب این کار که این دروش بگم رامپ اینو سوخته تست کردن، نه سالمه. اینجا هم دو تا نارنجی که قبلا گذاشتیم، اما خب اینا هم نارنجی کردن، کلا تم نارنجی داریم میزنیم ماشین دیگه. خب قدم بعدی، قدم بعدی این شیرشه، شیرش که این میاد اینجا میخوره. این جاش هم معلوم کردم دیگه، دقیقاً وسط بزنیم. بعد اول ماشین اینطوری میشه. بنظر خودم یه این چیزی لازم بود اینطوری، یعنی خالی خالی. من خودم به شخص زیاد حال نکردم، خیلی هم میگن خوبه، اما خب من یکی حال نکردم سر این جرمش. چقدر اون پرنور این کم نوره، شت. درش دارم ایران قوی، ایران قوی، این میخوره اینجا ایران قوی تر میشه. من هم که دارم میبینید چطوره. بچه ها کنه کل برچسبی که واسه ما اهمیت دادن و گذاشتن، یعنی برچسب تیک پاره جا دادن، هرچی تمونده داشتن زدن برای اینی که من خریدم. خب این در اومد، این در اومد، از دور هم این زاویه ازش بگیریم. این اینطوری شدش، کاش پوینتر میزدم یکم. پوینتر رو نمیای؟ نه دیگه همونجا موندش، تموم شد رفت، چسبش گرفت. ولی خب خدایی که چسب آشغالی داره، یه ناخون از اینجا بندازی یا از اینجا بندازی قشنگ حرکت کرده. ببین ناخون من قشنگ میره زیرش دیگه، این واقعا جنس آشغالی داره. اینم افتاد، اینو باید درستش کنم. احمد اینجا باز شه. خیلیاتون گفته بودین صندوق ماشین رنگه، اما نه آقا این آب رنگه. این قبلا ماشین خوردگی داشته، با آب رنگ در اومده ماشین، الان تمام اصلا هیچ رنگی نداره ماشین که ما بخوایم کاری بکنیم روش. و بریم پیمار در بیاریم، نمچو باز کنیم، چراغاش عوض کنیم و دوباره بیام. آقا یعنی من دهنم سرویس شد، این همه پیم باز کردم. خب باز از این طرف نگاه کن، اینو کار در آوردم. اینا چی؟ این LED خیلی بزرگتر بود، LED به شدت بزرگ بودش و سر این جریانش کلی روشو تراشیدم. الان هم میبینی که دیگه چسبیده دیگه، یعنی به زور جاش دادم. خیلی اذیت شدم سر این، خدا وکیلی چراغ پلاک ارزش اینجور جارانا نداره. ببین تفاوتش رو ماشین یه جوری میشه عین این، این ور یخی، این ور نور معمولی. بعد از زیرم که اینجوری حساب شده، واقعا این خوشگل تره. ولی خب ارزش اینقدر سختی نداره، فاته همه چیشو خوندم و بزن بریم ولش کن. خب آقا به سلامتی تموم شد این قسمت، چه چراغ پلاک هم یخی شد و خوشگل شد ماشین، اما هنوز اون نمد رو سقفش مونده و درد سرش دیگه. بریم اونم ببندیم و بریم سراغ قاب موتور شمون کنیم اون جریانو. خب چرا پلاک هم بستیم، قدم بعدی باز کردن قاب موتور مونه که یک آشا خورشیدی نیازه. و اینم از این، بریم کاپوتو بزنیم بالا کارشو بکنیم. خب بچه ها اینم از قاب موتورش، قاب موتورش رو 6 تا پین جاش باز کردیم و اینا. از این به بعد دیگه داخل موتور اینطوریه، یه خورده خاک چیه، آره خاک تمیز میشه این قسمت چه. و تمام کارا که داخل این ویدیو انجام دادیم، راه نبغلا نارنجی کردیم، قاب موتور رو برداشتیم و از این طرف دیگه دوباره راه نبغل میایم آموزش پیانی کردن میخوایم بگین. آرم عقب چسبوندیم، چاق پلاکار یخی کردیم. فعلا تو این ویدیو یه جورایی میشه گفت رو نورای ماشین کار کردیم که آره دیگه. رفقا خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو تماشا کردین. حتماً قبل از خدافظی یادتون نشه سابسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین، زنگ رو قشنگ بزنین تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون.